درود به شما، وقتتون بخیر. با تحلیل هفتگی در کنارتون هستم و البته تحلیل بیت کوین که بسیار مهمه. اما قبل اینکه بیام سراغ تحلیل بیت کوین، ابتدا اخبار مهم اقتصادی بازار مالی رو میگم که قطعا این هفته میتونه تاثیرگذار باشه. چارت 15 دقیقه بیت کوین بسیار مهمه به همراه چارت 4 ساعتش. اما اول بریم ببینیم اخبار این هفته چه رخدادایی و پیش رومون قرار میده. مطابق معمول تقویم اقتصادی سایت فارکس فکتوری و اخبار مهمی که این هفته است. دوشنبه بازار شروع میشه. دوشنبه سه شنبه خیلی خبر خاصی نیست. روز چهارشنبه صبح ساعتهای من به وقت نیویورک، حتما تنظیم کنیم به ساعت خودتون که تایم اخبار رو به وقت محلی خودتون داشته باشین. اولین اتفاق مهم شاید تغییر کش ریت دلار نیوزیلند باشه. این هفته به نظر هفته در واقع بانک‌های مرکزیه، چون چهارشنبه صبح در حقیقت 5.5% احتمال تغییر در حقیقت دلار نیوزیلند خواهد بود. پس اولین خبر بانکی مهم. نکته بعدی، لونای در حقیقت چین میاد روز چهارشنبه، بسیار مهمه. و چهارشنبه خبر سی پی آی ایالات متحده میاد که خیلی خبر مهمیه و با توجه به حالا پیشبینی کارشناسا، حتی اگه کارشناسا پیشبینی صعود هم نمی کردن، امروز بهتون میگفتم که در حقیقت به نظر سی پی آی بالا میاد، چون بنزین خیلی از اقلام شروع کرده به بالا اومدن، کاهش نداشته. ببینیم که سی پی آی چه اتفاقی رو رقم میزنه. روزیه که لایف خواهیم بود، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه، لایو های سشن نیویورک رو از دست ندین. ابتدای باز شدن بانکای آمریکا این لایو ها رو داریم. یه چند ساعت میگذره، 1:45 بعد دومین ریت بانکی قراره که این هفته شاید دستخوش تغییر بشه. ریت بانکی بانک مرکزی کانادا که روی 5% و بعدش هم سخنرانی بانک مرکزی، رئیس بانک مرکزی کانادا که میتونه مهم باشه. نکته بسیار مهم، اوراق قرضه 10 ساله قرار بیاد چهارشنبه و FOMC مینتس که بسیار مهم خواهد بود احتمالاً برای بازار روز پنجشنبه. پنجشنبه روز بسیار مهمه بازار، هر روز دارم میگم. سومین ریت که احتمال داره شاید تغییر کنه یا شاید ثابت بمونه، ریت بانک اروپا هست که 4.5% فعلا نشسته. کارشناسا پیش بینی میکنن تغییر نکنه. نگاه کنید چه اخبار مهمی، حتما حواستون باشه. و بعدش یه رو بعد اینجا هم لایف خواهیم بود، یه رو بعد پی پی آی قرار منتشر بشه که ببینیم چه اتفاقی رو رقم میزنه. و البته آن ایمپلویمنت کلیم و رئیس بانک مرکزی اروپا سخنرانی خواهد داشت. و اوراق قرضه 30 ساله که میاد روز پنجشنبه خیلی مهمه. و جمعه ای که جی دی پی بریتانیا شاید مهم باشه. و البته کانسیومر سنتیمنت هفتگی که میاد و اکسپکتیشن اینفلیشنی که به نظر میرسه این هفته جمعه در نهایت به نظر زیاد بیاد. حالا ببینیم که زیادتر بشه. حالا ببینیم که این اخبار چه اتفاقی رو رقم میزنه. و برگردیم سراغ چارت اولمون، چارت بیت کوین. بیت کوین 15 دقیقه بسیار جذاب نشسته، میتونه فرصت این رو داشت به نظر من بیت کوین که بیاد حرکت کنه، رد کنه. اما یه سقف زده، یه کف زده، کاملا روز رنجش رو داره سپری میکنه. اوپن یا کلوز در واقع روز قبل اینجاست. اگه بیت کوین بخواد راهش رو ادامه بده، این زیرو که جمع بکنه به سمت بالا شروع میکنه حرکت کردن. اما این تحلیل من از بیت کوین نیست. اگه بیایم بالاتر، تایم فریم 4 ساعته بیت کوین حتما دنبال بکنین، چون فکر میکنم بعد انتشار این ویدیو فرصت کافی باشه حتی برای بسته شدن، چون که تازه کندل 4 ساعتش باز شده. بازار بسیار جای جذابی قرار گرفته، جای بسیار مهمیه. 4 ساعته در مورد ناحیهش قبلا صحبت کردم. یه تاچی روز پنجشنبه اگه اشتباه نکنم داشت، چهارشنبه پنجشنبه بود که ریزه شداش، پنجشنبه جمعه بود که ریزه شداش و بعد جمعه شروع کرد جمع کردن، شنبه راهش رو ادامه داده و امروز یک شنبه یه ایستایی و قیمت داره. اگه قیمت بیاد پایین، پتانسیل این رو خواهد داشت که برگرده دوباره یه تست این ناحیه رو بکنه. شاید هم
یه حرکت شدیدتر، در مقابلش اگه 15 دقیقه رو بخوایم با اینجا مقایسه کنیم، چون دو تا کندل سلر اومده، دو تا 8 ساعت سلرها فرصت داشتن قیمت رو نکشوندن، همه انرژیشون صرف شاید فقط توقف بایرها بوده، اینجا با توجه به اینکه 15 دقیقه رو میبینم، اگه ضعف سلر نده میتونه یه دونه پامپ بشه، ضعف سلر معذرت میخوام، همین ضعف سلر رو بده، قدرت سلر نده، میتونه همین موقعیت رو کاملا جمع کنه، بیاد بالا، بره برای جمع کردن اون ناحیه بالای 4 ساعته که شاید اونجا هم پتانسیل ریزش رو داشته باشه، قیمت از یه ناحیه به ناحیه دیگه حرکت میکنه. وظیفه ماست که تشخیص بده مگه توی این ناحیه است جای خوبی قرار گرفته یا باید منتظر بشیم یه مقدار اصلاح بکنه و بعد حرکت کنه. به نظر من بیت کوین توی پوزیشنی هست که با توجه به سایر بازارهای مالی و تهدیدهای بازار مالی میتونه یه مقدار جمع جور کنه. جمعه هم عرض کردم، هفته گذشته عرض کردم که بعیدم نیست آل تایم های رو ببینیم، اما نرفته، یعنی یک شنبه حرکت نداشته، یه شنبه هم که امروز تقریبا ایستا بوده. به نظرم شاید یه اصلاحی رو ببینیم توی بیت کوین که در حقیقت 15 دقیقه‌ش هم چارت جالبی برای دنبال کردن و شاید شروع یه هفته طوفانی، ببینیم چه اتفاقی میفته، میتونه خالی کنه یه دفعه بیت کوین، منتظر خالی کردن هستیم. اگه خالی بکنه یه دفعه محکم بیاد خالی بکنه، اینا حواستون باشه، در حقیقت اون نشون میده که بازار داره آماده میشه، کندلای شدید قوی که دیدین بدونین بازار داره آماده میشه برای حرکت‌های برگشتیش. و البته اگه صعود کرد قیمت بیت کوین دیگه چیزی هم نمونده به در واقع بیت کوین سوزی، قرار شد اسمش رو بگیم بیت کوین سوزی و راحت باشیم. و شاید در حقیقت این رنجا که زده میشه سلرا که نیستن، اینا پتانسیل اینو داشته باشه که ساعت‌ها رو بشکونه بره بالا. ببینیم چی کار میکنه. اوپن شاید شنبه، شاید بگیم کلوز جمعه شاید جای مهمی باشه، قیمت شاید بتونه رالی بکنه تا اونجاها، چون جمعه حرکتشو بیت کوین از اینجا با این جمع شدگی انجام داده، اومده بالا، امروز رفته یه دونه های جدید زده. پس این همون حرکت جمعه است، میتونه یه نشست بکنه، حالا چه بیاد رو اوپن جمعه، کلوز معذرت میخوام، کلوز جمعه حرکت کنه بگیره بره بالا، چون که اینجاهای واکنش نشون بده. به نظر من هم این ناحیه هم ناحیه بالاتر، حتی شاید اینجا هم پتانسیل اینو داشته باشه بیاد برگرده. ببینیم چی کار میکنه. حتما نظرتو بیت کوین بنویس برام. یه ذره طولانی شد بیت کوین، اما میدونم فرصت‌های نابی رو این هفته در اختیارتون قرار میده که میتونین کاملا کار بکنم. اما نکته بعدی، بیایم سراغ چند تا چارت فارکسی و بعد اول طلا رو شروع بکنم. اینجا خیلی ها در مورد طلا میپرسن، بچه ها طلا رو نمیدونیم قراره چی کار بکنه. اگه منتظر سقوط باشی طلا رو، یعنی اگه منتظر سقوط هستین طلا رو، فعلا طلا روندش سعودی، اینو هفته گذشته هم گفتم، جمعه هم گفتم، بارها این حرکت های جمع شدگی سیگنال های خوب صعود بوده. طلا نیاز به یه دلیل فاندامنتال داره، سنتیمنتش باید تغییر بکنه. سنتیمنت که میگم یعنی چی؟ یعنی اینکه این عاملی که باعث شده طلا بیاد بالا، حالا هر کی عاملی داره دیگه، یه نفر میگه جنگ بوده، یه نفر میگه جنگ روسیه و اوکراینه، یکی میگه اسرائیل و غزه است، یکی میگه نمیدونم این کورلیشنشو دیده با اوراق قرضه، یه نفر با شاخص دلار دیده، یکی با سوئیسی دیده. به هر حال یه نکته میخوام بگم، دلیل اصلی که خیلی از کارشناسا معتقدن فد داره دیر میکنه، یکیش چارت طلاست. چرا؟ چون داره پول تولید میشه، این داره پول تولید میشه، معلومم نیست تا کجا میره، معلوم نیست قراره چه داستانی داشته باشه و از کجا برگرده. یه نکته بسیار مهم، انتظار برگشت یه چارت، این خیلی جمله معروفه، میگن مردم توی انتظار قیمت برای برگشت بیشتر پول از دست میدن تا خود روند. این خیلی جمله جالبیه، حالا اگه درست گفته باشم احتمالا شنیدین، شاید تفسیرشو چیز دیگری بوده، اما موضوع سر اینه که مردم
همیشه منتظر برگشت قیمتن، همیشه منتظرن قیمت برگرده که سیگنال بگیرن. یعنی همیشه یه چارتی داره حرکت میکنه، منتظرن که برگردن و این فرصت در حقیقت سرمایه بیشتری ازشون میگیره تا اینکه در حقیقت اجازه بدن همون موقعی که حرکت میکنه بایر باشن دیگه، بدون در واقع اتلاف انرژی. به نظر من طلا یه مقداری داره سنگین عمل میکنه، معامله گرا رو کشیده، سرمایه گذارا رو کشیده و خب شاید ریزش هفته گذشته بازار سهام آمریکا هم یه مقداری تاثیر داره که پولاشون رو نگه داشتن. اما چه اتفاقی میفته اگه منتظر صعود طلایی؟ باز دوباره باید منتظر باشی ساختار زده بشه. الان 15 دقیقه هیچ ساختاری نداره، لحاظ تکنیکالی چارت خونی هیچی نیست، حتی ناحیه هم نداره. شاید اگه برین 5 دقیقه یه ناحیه ببینین. اگه بخوام بگم با توجه به 5 دقیقه ایش که من معتقدم البته رو بروکرها هست دیگه، آل تایم های بوده، بازار دوشنبه احتمال داره چند تا کارو بکنه. یک، احتمال گپ سعودی بیشتره، بیاد گپ سعودی بزنه شروع کنه ریختن، با گپ در حقیقت میتونم بگم بازار رو فالس بکنه، شروع یه حرکت شدید عجیب و غریب باشه. چند وقت پیش معاملش رو داشتیم، یه دوشنبه‌ای بود که بازار همینجوری هم بسته شده. بازار تو بالاترین جا که بسته میشه یعنی اینکه در حقیقت دوشنبه میتونه اتفاقاتی رو رقم بزنه. اگه گپ نزولی داشته باشیم اون موقع به نظرم باید منتظر باشیم، اگه گپ نزولی زد منتظر باشیم قیمت برسه به یه سطوح پایین تر. اون موقع از سطوح پایین تر اگه سیگنال دیدی یا چارت رو تحلیل کردی موقعیت بود میتونی وارد بشی. اما به نظرم 5 دقیقه‌ای میتونه که حالا چه گپ هاپ زده بشه چه گپ هاپ نداشته باشیم میتونه رالی بکنه، فالس بریک اوت انجام بده و یه حرکت فالس رو داشته باشه. شاید این اتفاق بیفته، خود این حرکت فالس میتونه در حقیقت یه تله هم باشه، اگه دقت نکنی حواست نباشه میتونه منجر به ضرر بشه. اما بعد چارت طلا بریم دو تا چارت براتون بیارم. 12 ساعته، اولیش S&P، خیلی تحلیلش نمی کنم، فقط اشارهش می کنم چون تو تحلیلهای هفتگی با هم صحبت می کنیم. کندل جمعه بسته شده، 12 ساعتش رو ببینیم. بازار کاملا میتونه روز دوشنبه بیاد اینو تست بکنه یا اینکه شروع کنه ریختن. کندلا رو ببینین، بسیارم جذاب داره کار میکنه. اگه حرکت کنه کندل بعدی سعودی قوی بشه که دیگه کاریش نداریم، اما به نظر میرسه که این قیمت میخواد بریزه. 12 ساعته S&P، 12 ساعته نزدک قطعا خودتون تحلیل میکنین. نزدک اومد یه گام پایین تر، روزانه نزدک رو تو لایوا داشتیم، 12 ساعتش رو شاید فرصت نداشتیم ببینیم و تو تحلیل هفتگی براتون میذارم. خیلی هم زیبا کار کرده، به نظرم پتانسیل داره که یه حرکت بکنه. شاید سی پی آی این هفته بهرهای بانکی هم بتونه تاثیرگذار باشه. داو جونز هم به نظرم یک روزانش جذابه، 12 ساعته داو جونز اگه بخوایم سلر باشیم به نظرم ناحیه بالاتر رو هم میتونیم تصور بکنیم، یه رالی بکنه سعودی یا اینکه بیاد حداقل یه دونه کندل دیگه بزنه اون موقع بریزه، یا روز دوشنبه میتونه بره بالا. در حقیقت بازار نیویورک که شروع شد شروع کنه با توجه به اینکه از الان سی پی آی افزایشی معامله گرای این هفته میتونن کاملا جهت گیری داشته باشن. بریم سراغ چارت های بعدیمون که سریعتر. دلار رو داریم، دلار وضعیتش نامعلومه، اخبار داریم، خیلی از چارت های فارکسی مثل یورو یو اس دی، مثل دلار، مثل پوند یو اس دی نیاز داره که یه کندل دوشنبه رو ببینیم چون بازار جای حساسی قرار گرفته. شاید در حقیقت دلار رو خیلی نزولی ببینن، اما به نظر من بهترین حالتش اینه که 4 ساعت یو اس دی سی اچ اف رو دنبال بکنین. چارت 4 ساعتش بسیار جذاب اومده، یه جمع شدگی از اینجا داره. پس بنابر این حالا اگه دوشنبه این کندله که به نظرم یه کندل فریبه دوشنبه جمع نکنه بیاد بالا، میتونه بیاد پایین دوباره اینا رو تست بکنه، برای سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه اون موقع حرکتشو شروع بکنه. چارت بعدی که دارم براتون، البته بگیم بازار بعدی که
در موردش میخوایم صحبت کنیم. بازار نفته، نفت صعودش رو انجام داد، صعود بسیار خوب، و اثراتش این هفته تو بازار مالی تو سی پی آی خواهیم دید، شاید تو پی پی آی هم ببینیم. به نظرم نفت هنوز به اون عدده نرسته، درست نفت 90 دلاری رو اعلام کردم، اومده فولفیل کردم، و به نظرم وقتی تحلیل دقیق‌تر می‌کنیم 91 دلار، نزدیک 90 دلار هم جا داره، یعنی یه فلکچویشن داشته باشه و بعد یه حرکت کوتاه مدت، در صورتی که اینجا اون حرکت در واقع ریجکت شدن رو ببینیم، اون موقع میتونیم بریم تایم فریم‌های پایین‌تر. پس فعلا به نظرم جا داره حتی سعودی بشه. یه نکته ای که داخل پرانتز بگم بهتون، حتما حواستون باشه در مورد جنگ، اخبار جنگ، توییت هایی که میاد میتونه کاملا بازار رو ولتایل بکنه. و نکته آخر در مورد چارت USDN، اگه USDN ترید میکنی بذارش کنار، چون احتمال مداخله بانک مرکزی ژاپن این هفته بیشتر از هفته گذشته میبینم. این هفته پتانسیل داره اعلام کردن اگه از 152 این عدد رد بشه، عبور بکنه، مداخله خواهند کرد. پس بنابراین به نظرم هر لحظه احتمال این مداخله هست، چون خیلی نزدیکه به 152، و اگه بخوایم بگیم شاید USDN بیاد این ناحیه رو، اینجا رو پر کنه بدون اینکه به 152 برسه بریزه. اما فعلا با توجه به ریسک‌های مختلفی که تو بازار در واقع USDN هست، رو بانک مرکزی بگیم، بانک مرکزی ژاپن هست، ترجیحاً من خودم این جوفرز رو گذاشتم کنار تا اینکه اوضاعش یه مقدار استیبل تر بشه، میتونیم در این مدت رو چارت‌های دیگه کار بکنیم. حتما نظراتتو برام بنویس. ممنونم که تا انتها همراه بودی. لایوای سشن نیویورک رو فراموش نکن، و این هفته قوی تر از هفته گذشته در کنارتون هستم. هر جسی سالم و تندرست باشی. تا درودی دیگر، بدرود.